دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی دانشگاه الهه از همین شهر با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای گلریز. دیدیم چند تا از تصاویری که به دستمون رسیده بود در این خیزش انقلابی، مردم بنرهای قاسم سلیمانی، جایی که تابلوش بود با اسمش، مجسمه هاش همه رو به زیر کشیدن یا به آتش کشیدن و غیره، که خودش البته یک نماد حکومت جمهوری اسلامی است در سرکوب اعتراض ها. با این حال حکومت جمهوری اسلامی قصد داره سومین سال کشته شدن سلیمانی رو به طور ویژه برگزار بکنه. تا این حد نادیده گرفتن خواسته های مردم از سوی جمهوری اسلامی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ درود بر شما خانم کیانی و بینندگان عزیز. مید مردمی که یک نوع از صبر تمدنی برخوردار هستند و حقیقتاً شکیبایی از خودشون نشون دادن در طول این سالهای گذشته، هیچ راهی باز نگذاشته جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه نظر خودشون رو مطرح بکنن. تنها راهی رو که دارن اعتراض و شعارهایی است که به صورت سراسری و پیوسته در عمل خواسته عمیق مردم ایران رو نشون میده. از دی 96 که ایران متحول شد و با شعارهایی چون دیگه تموم ماجرا پرونده اصلاح طلبان بسته شد، تا آبان 98 که مصادف شد با ترور سلیمانی و شعارهایی که در اون مقطع زمانی مطرح میشد، ایران واقعا متحول شده، حتی تا امروز هم به همین شکل. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز نشان دادن قدرت که نداره در حال حاضر از به وسیله برگزاری این یاد بود به اصطلاح نداره، ولی واقعیتش اینه که قدرت در حال حاضر بیشتر در دست مردمه. اجازه بدید من یک مثال بزنم. همه اون کسانی که یا حداقل بخش اعظمی از افرادی که به هر دلیلی در پس کشته شدن قاسم سلیمانی از طریق شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح سلبریتی‌ها، افراد مشهور، افراد سیاسی که در اون مقطع زمانی به نوعی همدلی یا همدردی کردن با کشتن قاسم سلیمانی، امروز در صفوف همراهی با ملت ایران و همراهی با این اعتراضاتی هستند که تنها راه نشان دادن مخالفت مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی است. مخالفت با سلیمانی از آتش زدن مجسمه هاش تا تابلوها و غیره در عمل یک پیام داره و اون هم مخالفت با راهبرد منطقه‌ای و سیاست خارجیه که اگه خاطرتون باشه جواد ظریف مطرح کرد که میدان یعنی محدوده کاری امثال سلیمانی یا سپاه قدس یا سپاه پاسداران در مقایسه با دیپلماسی که سعی کردن به یه شکلی با توافق برجام به دست بیارن مهمتره، ولی مردم ایران با موضوع میدان و سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در منطقه مخالفت میکنن و این هم نشان دادن روش مخالفت خودشون هست. در روزهایی که گذشت شاهد شعارهای مردم علیه تمام سمبل‌های جمهوری اسلامی بودیم. این اصرار حکومت برای تقابل با شعارهای مردم آیا نتیجه جز خشم بیشتر مردم علیه این نظام هم خواهد داشت یا نه؟ هم خشم و هم درایت، به این معنا که جمهوری اسلامی چون میدونید یک نظام ایدولوژیک هست و این نظام های ایدئولوژیک و توتالیتر تمامیت خواه به خصوص نوع جمهوری اسلامیش، هیچ راهی جز نشان دادن ایده های بنیادین خودش نداره و واقعا جمهوری اسلامی دیگه راهی نداره در مقابل مردم به جز این که بخواد از این طریق یک مقداری خودش رو در مقابل با اعتراضات شاید بسیج بکنه، ولی این بسیج کمکی نمیکنه. نه فقط در مقایسه با 3 سال پیش، من اون زمان مصاحبه کردم با یکی از رسانه های معروف آلمان، فرانکفورت آلگماینر زایتون، که اتفاقا به همین موضوع سلیمانی و اعتراضات میپرداخت. در اون مقطع زمانی تا حدودی شاید رسانه‌های غربی رو میشد گول زد که این اعتراضات و این همراهی و این بسیج ملی برای یادبود سلیمانی به نوعی میشه بگیم از دل مردم جوشیده، ولی در حال حاضر هر نوع بسیج مردمی که بخوان به اصطلاح درست بکنه ملت برای نشان دادن همراهی با سلیمانی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی، نه در غرب خریدار داره و نه در داخل ایران. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، خیلی از کسانی که به هر دلیلی، حالا التزام بود، منافع بود، از نگاه شاید ایدئولوژیک بود، به هر شکلی خیلی از اون افرادی که در اون مقطع از امثال سلیمانی حمایت کردن در حال حاضر در کنار مردم ایستادن به خاطر اینکه متأسفانه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و این روند انقلابی، این انقلاب ایرانی در ادامه انقلاب مشروطه و ادامه دی 96 و آبان 98 در نهایت پیروز خواهد شد و جمهوری اسلامی شکست می‌خوره. سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین المللی دانشگاه الهه از همین شهر همراه ما.